دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تا هفته گذشته موفق شد پیش از ورود به کاخ سفید از خروج 1000 فرصت شغلی کارگران آمریکایی به دیگر کشورها جلوگیری کند. گزارشی از سامان پژوهان. در ایالت ایندیانا آقای ترامپ و معاونش مایکل پنس که تا پیش از اعلام نتایج انتخابات فرماندار این ایالت بود، از کارخانه کاریر در شهر ایندیاناپولیس این ایالت بازدید کردند. این کارخانه قرار بود به مکزیک منتقل شده و کارگرانش بیکار شوند. ترامپ در سخنرانی خود در این کارخانه گفت: می‌خواهم که از گرگ هیز مدیر عامل یونایتد تکنولوژی تشکر کنم، زیرا پاسخ مثبت به تماس تلفنی من داد. ای کاش می‌توانستم یک سال و نیم پیش، یعنی زمانی که تصمیم بر خروجشان را اعلام کردم، با او تماس بگیرم. البته همه چیز به خوبی پیش رفت، اما ای کاش می‌شد یک سال و نیم پیش این کار انجام می‌شد. در چارچوب توافق بین رئیس جمهوری منتخب و مدیرعامل یونایتد تکنولوژیز به عنوان شرکت مادر شرکت هواساز کاریر، این خط تولید به مکزیک نقل مکان نخواهد کرد. آنتونی اسکاراموچی، یکی از اعضای تیم انتقال آقای ترامپ، میگوید که این کار رئیس جمهوری منتخب منطبق بر برنامه های اقتصادیش است. اگر کسی بتواند 1000 شغل در کارخانه کاریر را نگاه دارد، این به معنی افزایش پایه درآمدی کشور از طریق دریافت مالیات بر درآمد است. یعنی با بهره‌گیری از سیاست مالیاتی برای طبقه متوسط شغل ایجاد کرده و به عبارت دیگر افزودن به درآمد این طبقه. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد که پس از دریافت مشوق‌های مالی از ایالت ایندیانا و همچنین دریافت قول مساعد از آقای ترامپ مبنی بر اینکه فضای کسب و کار را در کشور به سوی رقابتی تر شدن هدایت کند، تصمیم به ماندن در آمریکا گرفت. به گفته یکی از سخنگویان شرکت کاریر، این شرکت حدود 7 میلیون دلار مشوق مالیاتی برای ابقای این خط تولید دریافت کرده است. مردیث مکگی، تحلیلگر مؤسسه غیرانتفاعی ایشوان، بر این باور است عملکرد رئیس جمهوری نشان از توان نفوذ ثروت بر سیاست دارد. به نظر من چه در مورد مسئله شرکت کاریر رخ داد، عملا قدرت یک رئیس جمهوری است، اگرچه این کار تقریبا منحصر به فرد است و همچنین اهمیت مسئله تضاد منافع را پیش کشید. عدم انتقال این کارخانه به خارج از آمریکا یک پیروزی برای آقای ترامپ است، زیرا در طول دوران انتخاباتی بارها گفته بود که از خروج فرصت‌های شغلی از آمریکا به خارج جلوگیری خواهد کرد. سامان پژوهان، صدای آمریکا.